مسلمان زاده بودم، توجه به عرض میکنی اینو برای کسایی که میشنون میگم، مسلمان زاده بودم، زاده بودم، مسلمان نبودم. یعنی وقتی به دنیا آمدم به حکم این قانون چرت اسلام گفتن آقا هر کی به دنیا میاد تو هم دیگه چه بخوای چه نخوای تو ابد و در مسلمونی. نه اینجوری نیست. درسته. وقتی که عقلم کار کرده، فهمم، شعورم متوجه شدم، چه برنامه شما چه جای دیگه، تشخیص دادم، گفتم من میخوام مسیحی بشم. اگر مایل هستی میخوام برات الان دعای برکت کنم و دعای نجات رو برات بخونم، چرا که این نیز نیکوست. درسته، شما همونطور که فرمودید مسیحی هستی، یعنی شما فرزند خدا هستید، چرا که کلام خدا میگه خدا به دل انسان نگاه میکنه. اما اگر مایل هستید براتون دعای نجات رو بخونم و این عهد رو با خداوند تازه کنید، و اگر مایل هستید براتون یک انجیلم خواهم فرستاد. هم مایلم، از خدام هم هست، خیلی هم دلم بخواد ممنونتونم میشم. خواهش میکنم، لطف میکنید برام بفرستید. عزیزید، خواهش میکنم. هللویا خود قدوس پدر آسمانی، حقیقتا ممنون شکرگزار هستیم به پاس این وقتی که تو مهیا کردی، وقتی که ای خدا زمان نجات و رستگاری ایرانیان هست. ای خداوند، آریان عزیزم رو به حضورت میارم و همان گونه که اعلام کرد خداوند، تو بهر گناهان بشریت بر روی زمین آمدی، روی صلیب رفتی، مردی و پس از 3 روز قیام کردی. ای خدای قدوس، ای پدر جان، و کلام تو اعلام میکنه هر کس که خداوند توبه کنه، تو نیز ای خداوند در نام عیسی مسیح به هر آنچه که وعده دادی نام او رو در دفتر حیات نیز خواهی ثبت کرد. آیا آریان جان آنچه را که گفتم شما ایمان دارید؟ بله، هللویا. و حاضر هستی نسبت به گناهان گذشته، چه دانسته و چه ندانسته، توبه کرده و از این به بعد ادامه حیاتت رو به دستان عیسی مسیح بسپاری؟ بله بله، هاللویا هاللویا. اینک خداوند و برادرم آریان عزیزم رو به حضورت میارم، از تو میطلبم مطابق فیضت نام او رو در دفتر حیات ثبت کن. او و اهل خانواده او رو خدا تحت محبت و فیضت قرار داده و زندگی او رو، گذشته او رو خدای قدوس، موقعیت خانش، کارش، رابطه هاش رو تقدیس کرده و روح پرجلال تو هم اکنون وجود برادر من رو در بر بگیره. به قوت روح القدس خداوند او رو به شباهت خودت عیسی مسیح تشویق کرده و نام تو در ادامه حیات او جلال یابد و به هر آنچه که نیکوست برادر من رو و دیگر عزیزانی که با دعای من متحد شدن رو ای خداوند مبارک بخوان و همه اینها را در نام پدر، پسر، روح القدس، در نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کن. برادر رسول عزیز، می‌خواستم با بینندگان صحبت کنم. بفرمایید. بگم که انقدر خداوندگان ما عیسی مسیح انقدر بزرگ و محبت داره که آمین. باش فرق نمی‌کنه هر کی به درگاهش بیاد، حرفش گوش میده، به دلش پیام دلش رو گوش میده، بهش به قول معروف گفتنی به دلش امید می‌بخشه. اما از این برادران، خواهرای آقایون مسلمون سوجو به تفاهم نشه، دور از این بقیه بعضی ها سوجو که فقط وقتی میبینن زود شماره رو میگیرن، میگن که ایشیش رسول برای ما دعا کن، به دکاریم برام دعا کن، مریضی داریم. من فکر میکنم، البته اینجوری نیست انشاءالله، به امید خداوند اینجوری، ولی فکر میکنم بعضی سوء استفاده میکنن از این قضیه که فقط میخوان دعا رو بگیرن و بلکه مشکلشون حل بشه، ولی با قلبشون نمیان به طرف عیسی مسیح. برابو. من فکر خودم رو دارم میگم، من اینجوری حس میکنم. انشاءالله هر کسی که به امید خدا، هر کسی که به این برنامه زنگ میزنه با قلب صاف و پاک، با اون گفتار شفاف و دلنشین شما برادر، خواهش میکنم عزیزید بکنه، انشاءالله قلبشو به مسیح بده، باور کنید. همین تو این 2-3 دقیقه که من با شما صحبت کردم، باور کن یه بدنم عرق کرد، خدا شاهده بدنم عرق کرد، چون روح القدس در کنار شماست. اینک روح خدا در شما ساکن شد برادر عزیزم، برای همین هست اون گرمای روح القدس هست که خداوند شما رو برکت داده عزیز.